با سلام فراوان خدمت تو دوست عزیز خدا رو شکر میکنم برای وجودت و برای آنچه که اراده خداست امروز در زندگی تو خداوند تو رو خیلی خاص آفریده و با تو نقشه های عالی داره امروز میخوام در مورد مبحث خاص استعداد و عطایایی که خداوند با فیضش به ما میده با شما صحبت کنم شما قادر و قابل به استعدادها و عطایی هستی که خدا با فیضش به تو تقدیم کرده این رو در رومیان دوازده میتونی مطالعه کنی یکی از اونها تعلیم هست امروز قبل از اینکه در مورد تعلیم صحبت کنم باید بگم که این عطایا و استعدادها از صرف تا 16 سالگی در زندگی تو رشد میکنه یعنی شکل میگیره و تمام چیزهایی که درش تاثیر داره ژن هست و محیط اطرافی هست که در اون به دنیا میای و قابلیت های دیگه جوی میتونه باشه که تاثیرگذار گذار رو اونها تعلیم یکی از استعدادهایی که خدا نام میبره که این رو به فرزنداش میده در هر کسی این استعداد عطا هست ولی ذریبش ممکنه خیلی پایین باشه ممکنه خیلی بالا باشه کسی که استعداد تعلیم داره عاشق تعلیم دادنه کسی که استعداد تعلیم داره همه جا داره صحبت میکنه یه چیزی رو به دیگران یاد میده ما ایرانی هم که میدونیم اکثرا دوست داریم به دیگران یه چیزای جدید رو یاد بدیم همه چیز هم میدونیم پس این عطایا در ما ایرانی‌ها خیلی زیاده پس اکثر ما میدونیم که این عطا رو از خدا گرفتیم عطای تعلیم و دوست داریم همه چی رو توضیح بدیم و به دیگران منتقل کنیم پس اگر تو این عطا رو داری به نحو احسن رو, رو استفاده کن برای اراده خدا و جهت اراده خدا این عطا رو به کار ببر و به دیگران آنچه آموختی یاد بده